رادیوی میرمن از سال 2011 تا کنون در کندهار فعالیت دارد. بیشتر کارمندان این رادیو زنانند. اکنون این رادیو 14 ساعت در یک شبانه روز روی برنامه های ویژه زنان نشرات دارد. در حدود 10 بانو در این رادیو کار می کنند. اصلی هدف یعنی میرمن دی حقوق لپاره بیلابیل مختلف برنامه لرو تولنیز اجتماعی هم دارنگ داشت تفریت هم ارتیا داری تول تفریه برنامه داگه در سمگ خبرون او داس نو شندی افغانستان هاگ میرمنی چی موش لرو ده میرمنو پا برخا که کار کبی و غوی موش میرمنه گو پخ پروانه که او روست در شوزو پر بیلابیل مسائل و پر تاوتری خوالی پا بدو که ور کرنگ او داگه در سمگ ها مسائل چی پا ورزنی جوان که میرمنی ور سر مخ بی هاگ ستونزه و مشکلات موش لحا میرمون سر شرکه و ورست ده میرمن رادو ده نشرات و لبرخ چخا داگ نشرات وزی او پا داگه دول سر آگه ستونزه چی میرمنی پا خفل جوان که ودریز موش سر هم شرکه بی رادیوی میرمن نامزد دریافت جایزه بین المللی آزادی بیان در سال 2020 شده است. قرار است برنده این جایزه به تاریخ 8 دسامبر در تایوان اعلان شود. مریم درانی رئیس این رادیو پیش از این هم به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان از سوی نهادهای جهانی تقدیر شده است. او امیدوار است که رادیوی میرمن بتواند این جایزه جهانی را به دست آورد. ما امید دارم که ما هم به خاطر فعالیت‌هایی که داشتیم، تلاش‌هایی که کردیم، کارهایی که همکاران ما پردسرای رادیو و خبرنگارای رادیو انجام دادن، بتونیم جایزه را کسب کنیم، چون ما وقت‌های بسیار سخت را سپری کرده. خانم درانی هدف از فعالیت‌های این رادیو را رسانیدن صدای زنان در بخش‌های دوردست و قریه‌ها عنوان می‌کند. او می‌گوید در جامعه سنتی کندهار به ویژه در مناطق دورافتاده هنوز هم زنان با چالش‌های زیاد اجتماعی روبرو‌اند. خانم درانی افزون بر این رادیوی ویژه بانوان یک باشگاه ورزشی برای زنان، کتابخانه ویژه زنان و یک نهاد آموزشی را نیز برای زنان در کندهار ایجاد کرده است. او پیش از این نیز به علت فعالیت‌هایش جوایز جهانی را به دست آورده است.